بینندگان عزیز سلام، امیدوار هستم در هر جای دنیا که هستین جور و سرمن و سرحال باشین. من نفیسه نظری با یک برنامه اجتماعی در خدمت شما عزیزا هستم. موضوعی را که میخوایم روش صحبت کنم موضوعی است که ما انسان ها وقتی در یک جامعه و یا در یک خانواده یا در یک محیطی که زندگی میکنیم مهم است که نظافت، پاکی و نظم باید رعایت کنیم که نشان دهنده یک نظم و دیسپلین می باشه و نشان دهنده یک نماد بالایی از فرهنگ ما خواهد بود، چی او در جامعه باشه، چی در کشور باشه، چی در یک محیط خانواده کوچک باشه. باید نظم رعایت کنیم و نظافت و پاکی را همچنان در نظر بگیریم. و حالا همکار خوب ما آقای جعفری را با خود داریم که در یک از مناطق مربوط سیتی آف کیسی میشه. راجع به این موضوع بر شما معلومات بیشتر ارائه خواهند کرد. تشکر از همکاران عزیز ما در استودیوی مرکزی و با سلام خدمت همه بیننده های عزیز. ما همکنون در آتوم پلیس کامیونیتی هاب قرار داریم. حالا بشنوید که هدف ما از تهیه برنامه چیست؟ هدف ما از تهیه این برنامه این است که ما افغانها چگونه بتوانیم همان فرهنگ بلند شهرنشینی خیش را در قبال استفاده از محلات عمومی در هر کجای دنیا و خصوص اینجا در استرالیا به نمایش بگذاریم تا مردم و فرهنگ ما نمونه خوب برای سایرین شوند. حالا میریم ببینیم که این محل برای هموطنان و شهروندان ما و شما چی سهولت هایی را دارد. خدمات را که این اداره دارد از قبیل کودکستان برای اطفال 3 و 4 ساله، خدمات صحی طفل و مادر، جای بازی اطفال، کتاب خانه، صنف های تمرین ورزشی و صنف های زبان انگلیسی. همچنان سالون اینجا برای برنامه‌های بیرونی و فعالیت‌های مردمی نیز در خدمت شهروندان عزیز قرار دارد. همانطوری که می‌بینید اینجا جای خوب و خوشایند است. برای اینکه این محله که مربوط همه ما و شما است، پاک، منظم و دور از خطرهای احتمالی برای اطفال ما باشد، از فامیل‌های معزز و از مادران گرامی این محل صمیمانه تقاضا می‌کنیم که اطفالشان را همواره و هر لحظه نزد خود و تحت نظر داشته باشند. در مرکز چه ده دی افغانانو لپاره یو خو فرصت ده چې دلته راشي خپل ماشومان سره او له دې ځای څخه ګټه پورته کړي. په دې ځای کې د ماشومانو لپاره وړکتون شته ده چې کوچنیان وساتي. ستاسو لپاره صنفونه شته دی که تاسو غواړئ چې دلته انګلیسي ژبه زده کړئ، یا په دې صنفونو کې تاسو تمریناتي صنفونه هم شته دی چې د ورزش لپاره دي، او همدارنګه د ژبې مرکز هم دی چې کولی شي دلته ژبه یاده کړي. نو په دې خاطر چې دا د افغانانو لپاره یو ښه فرصت دی، او دغه ځای په ډفټن کې موقعیت لري، شاوخوا دوکانونه هم شته دی که چېرته د خوراک لپاره شیان اخلي هم شته، د ماشومانو لپاره د لوبو ځای هم لري، او دلته داسې خونه ده چې په دې خونه کې مثلا اکسرسایز، تمرینات، همداسې ژبه یادول شامل دي. نو به دی دغه خونیز مرکز چې دغه خونه تاسو کولی سی کنه چې د کمیونیټي مشران یا تاسو یا داسې نور څوک شخصي هم نیولی سی چې خپل شخصي محفلونه پکې ونیسي، یا ټولنیز کوم محفلونه چې لري هغه هم پکې ونیسي. نو کله چې تاسو صرف دغه ځای، کله چې دا والدین راضي دي ماشومانو سره، صرف دومره دی کوي چې د خپل ماشومان له ځان سره نږدې وساتي او لرې ترې لاړ نسي. بسیار تشکر از حضور شما. سپاس. تشکری میکنیم از همکار محترم ما آقای جعفری. و همچنان بینندگان عزیز تصاویر شما دیدین، کسایی که والدین خصوصا که اطفال میبرند ای جاها، بسیار خوب است که از آنها مواظبت کنند و همچنان در قسمت پاکی و نظافت نیز در نظر بگیرند. اما هموطنان عزیز، یک موضوع دیگر که مسئولین سیتی آف کیسی خدای نخواسته نمیخواید که شما در این محلات نبیاین، برعکس اونا دوست دارن که شما بیشتر از این محلات دیدن کنین و بیاین و لذت ببرین، از این محلات استفاده کنین. و باز هم همکار خوب ما آقای جعفری را با خود داریم.
بیننده های عزیز، این بود بخش اول برنامه ما که Autumn Place Community Hub رو با شما به معرفی گرفتیم و حالا میبینیم که همکار عزیزمان جناب آقای سید جوید مقصودی رئیس و بنیانگذار تلویزیون ما چی گفتنی هایی دارد. محترم مقصودی صاحب تاسو سره غلاس پای مهرباني وکړي دغه ځای په اړه باندې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی چیرې راغلی است. بسیار تشکر. جایی که هستیم نماد از هنرهای مختلف و فرهنگهای مختلف، اینجا بونجل پلیس نام داره. جایی که در اینجا تحت یک سقف خیلی از موارد میتونین شما پیدا بکنین. سالن تئاتر، سالن هایی که برای برنامه های شما در نظر گرفته شده میتونین که برنامه هایتان اونجا پیش ببرین، استودیوهای مختلف، قهوه خانه یا کافی شاپ و همچنان فضای خوب بیرونی که فامیل های عزیز میتونن از استفاده بکنن، کتاب خانه بسیار مقبول و زیبا و سایر موارد که تحت یک سقف وجود داره و همه کسایی که در این منطقه شهر نشین هستند و ساکن این منطقه یعنی سیتی آف کیسی هستند، از اینجا میتونن به بسیار راحتی دیدن بکنن و از فضای خوب اینجا بسیار خوب لذت ببرن. بله هو، مثل چه بینجل پلاس گورم دیر زیاد مصروف دی، دیر خلق گرتر ازی او کارکنان دیر دخل گوار کلی کبی پا دیر دکو استراتا. بله، بینجل پلیس جایی است که خیلی برای هموطنای عزیز ما، به خصوص هموطنای ما، برای همگی ولی به خصوص هموطنای ما میتونه همکاری بکنه و هر کسی که در اینجا کار میکنه از استاف که اینجا هستن، اینا همه با آغوش باز انتظار شما را دارن و شما را بسیار زیاد خوش آمدید میگن و همه و همه کوشش میکنن تا برنامه های شما و خدماتی که برای شما است به خوبی پیش بره تا شما از همه خدمات مستفید شوین و همچنان کارکنان سیتی آف کیسی به همکاری شما ضرورت دارن. مقصودی سی لامکاری مو مطلب چه دی؟ تاسویل چی کورنی بلا بینجل پلاس لستاب سر مرسته کوالای سی؟ هدف از همکاری ای است که وقتی فامیلای عزیزی که میاین اینجا و از بونجل پلیس دیدن میکنن و موارد را که نیاز است در اینجا پیش ببرن، همیشه و همیشه متوجه همه موارد باشن، از اطفالشان گرفته که بسیار مهم است. مهمترین موارد همی است که وقتی اطفال با شما میاین، شما باید متوجه از اونا باشین که کجا میرن، آیا بیرون از بونجل پلیس یا می تعمیری که وجود داره میبراین، چون سرک هم نزدیک است، پارکینگ است و موترها عبور و مرور میکنه و همچنان در داخل تعمیر سایر کسایی که برنامه دارن، اونا جای آرام و جای پاک و صاف را نیاز دارن. بنان هر چقدر شما متوجه این موارد باشین، اطفالتان بیشتر متوجه باشین، با خود داشته باشین تا خدای نکرده کدام مشکل برشان پیش نشه و از خطرات احتمالی بدور بانن و همچنان شما کمک میکنین که سایر کسایی که از اقشار مختلف، از جاهای مختلف اینجا حضور دارن، در فضای آرام و خوب و پاک و صاف ای محل شما دیگران هم کمک کرده میتوانین. هدف ما این بود که به این شکل شما میتونین که با همکاران و کارکنان بونجل پلیس شما همکاری بکنین. مقصودی سیب تاسو ډیرې ښه مسئلې ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې یعنې د بینجل فلاس سټاف نسی کولای ستاسو د ماشومانو د هر یو ماشوم په پوره توګه څارنه وکړي، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې باید ماشومان ووځي د باندې کار پارک ته، لایبرري ته، نورو ساحو ته ووځي. یعنې ستاسو هدف څه دی چې باید څه وسي؟ بله دقیقا، همونطوری که اشاره کردم کارکنان بونجل پلیس، اونا چون مصروف کار خود هستند و محل که اونا موقعیت دارن یا پشت میز خود نشستن و زمانی که اطفال عزیز شما میاین و از نزد شما کمی دورتر میرن، بخصوص به پلازا یا به جای پارکینگ موترها یا به سرکی که دورتر موقعیت داره که بیروبارم هست، و اونجا اگر تنها میمانن واقعا خطر جدی اونا را تهدید میکنه. بنان به این خاطر کارکنان سیتی آف کیسی یا بخصوص بونجل پلیس اونا نمیتونن که قادر نیستن متوجه اطفال شما به جایی که اونا تنها مانده میشن یا بیرون میرن
اونا قادر نیستن متوجه باشن. پس شما لطف کنین کارکنان بنجل پلیس را در این قسمت بسیار جدی همکاری بکنین. مقصودی صاحب خلق نور سمرسته کولای سی؟ چیزی دیگه ای که هموطنهای عزیز ما میتونن بکنن اوی است که بسیار محترمانه با کارکنان بنجل پلیس و کارکنان کتابخانه که همیشه در خدمت شما هستن و بسیار مهربانی با اونا برخورد بکنن. مقصودی صاحب دیر منن ساسولا وقت را کورو او ساسولا پزرد فوری میسیج سخن دیر منن. تشکر و سپاس فراوان از اینکه ما را تماشا کردید. حالا دوباره برمیگردیم با همکار عزیز ما آقای فریدون جعفری. ما هم اکنون در ویلسون بوتانیک پارک که در بیرویک مقیم داره خدمت شما هستم و این پارک بسیار جای مقبول و دیدنی است. با ویلسون بوتانیک پارک بیرویک خوش آمدید. یک جای بی نظیر و زیبا برای همه فامیل های عزیز و اعضای منطقه. این پارک یک جای بسیار قشنگ برای تفریح، نماز خواندن، غذا خوردن و دور هم جمع شدن با فامیل و دوستانتان است. همچنان حیوانات و پرنده های طبیعی در این پارک به زیبایی آن می افزایند. شما را صمیمانه به بازدید این پارک خوش آمدید میگوییم. شما می توانید باربیکیو خود را در اجاق‌های باربیکیو که در جاهای مختلف پارک نصب شده اند پخت و پز نمایید. بنابراین نیاز به آوردن زغال و روشن کردن آن ندارید. اما با یک موضوع متوجه باشید که گاه بعضی از محلات باربیکیو در پارک از قبل اخذ شده می باشند و در همان روز و ساعات مشخص قابل دسترس نمی باشند که این لوحه در آنجا نصب است. بنابراین شما لطف نموده از اجاقی که فارغ است استفاده کنید. در قسمت استفاده اجاق گازی لطف کنید پخت و پزتان را نهایتاً تا یک ساعت تمام کنید و محل را صاف و پاک نموده تا همشهری بعدی بتواند آن را استفاده کند. برای اینکه دیدار پارک برای همه خوشایند باشد و از فضای مسئول آن همه لذت ببرند، موارد ذیل را حتما به یاد داشته باشید. تمام زباله های مربوطه را در زباله دانی های نصب شده بیندازید. اطفالتان را همیشه تحت نظر داشته باشید، به خصوص نزدیک آب و نزدیک حیوانات و پرنده ها. از استفاده بایسیکل، اسکوتر و اسکیت بورد در داخل پارک لطف نموده خودداری نمایید. از آوردن و استفاده پوکانه ها برای اطفال جلوگیری کنید که آنها سبب زخمی شدن پرنده ها و حیوانات پارک می شوند. و همچنان اگر مورد یا موارد را شما مطمئن نباشید، حتما به لوحه های مربوطه توجه کنید و یا از یکی از مسئولین محل بپرسید.
عزیز، خواهرها و برادرای عزیزی که میرن به پارک ها و از پارک های استرالیا دیدن میکنن و از مزایاش استفاده میکنن. به نظر ما اگر امکاناتش باشه وقتی که داخل پارک اینا داخل میشن، یک تعداد رولا و قانونا در روزنشته شده است. مثلا طفلا را متوجه باشین از او بزی کده در بین او نمیده و او کج استاده است او بزی نمیتونین یا اسکوترهای طفلا استفاده کده نمیتونن. اما متاسفانه فامیلا در این قسمت اگذر بی توجه هستن، مخصوصا قسمت بوتانیک پارک برویک که ما اکثرا اموجا میرم چون خانه اموجا نزدیک است. ما متوجه شدیم که طفلک ها پرنده ها را میدوانن، سنگ بین او مندازن، چیزای بسیار آساده است که باید اون رو در نظر بگیرن. متاسفانه فامیلا متوجه نیستن و وقتی که میرن از منقلای برقی که برای پخت و پز است استفاده میکنن، اینا نوبت مراحت نمی کنن و یا یک قدر نمخدا 10-15 فامیل میرن که تمام روز باربیکیو رو بند میکنن و دیگر دوستایی که هستن یا خارجی هایی که هستن که میخواین از باربیکیو استفاده کنن متاسفانه نمیتونن بکنن و ساعتها رو در بر میگیره و تعدادی که میان به اندازه زیاد است. ما باید اینی چیزای بسیار نکته باریک است اما باید ما رو در نظر بگیریم. خواستم خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما و شما از این پارک استفاده میکنیم و یا در فضای مقبول از این پارک میاییم، مهمی است که اطفال ما در وقتی که در کنار ما هستن به کلی در هر لحظه از اونا مواظبت کنیم، یعنی همیشه تحت نظر ما و شما باشد، از این که خدای نکرده در قسمتی آب و یک بعضی جا خطرات وجود داره که اطفال ما ایمنتر و خوبتر به خانه برگرده. نقطه دیگه ایه که در این فضای بسیار دلنشین آوردن بایسیکل، آوردن اسکوتر و هر گونه وسایلی که مربوط به بایسیکل میشه به کلی ممنوع است و هیچ گونه اجازه ما و شما نداریم که در این فضای عمومی از بایسیکل استفاده کنیم. و یک نقطه دیگر که خواستم خدمت شما بگویم، از آوردن پوکانه در این پارک جدا خودداری کنید. و همچنین نقطه دیگه ای که بسیار مهم می باشد در قسمت زباله هایی که ما و شما بعد از اتمام تفریح در این مکان بسیار مناسب بعضی از زباله ها را داریم، لطفاً سعی کنیم همکاری کنیم با شهرداری و یا کنسول محلمان که از انداختن زباله در فضای باز خودداری کنیم. سعی کنیم اینجا یک جای مخصوص برای رابیش و زباله داره که بعد از اتمام تفریح و مهمانداری یا مهمانای خصوصی که داریم بتونیم زباله خود مستقیم بندازیم در جای مخصوصش. البته نقطه‌ای که یاد ما و شما نباید بره، زباله ها همیشه در استرالیا جدا جدا انداخته میشه. در این قسمت ما همکار شهرمان باشیم، با قولی که میگفتن شهر ما خانه ما. و همچنان نقطه بسیار مهم دیگه ایده که خدمت شما میخواستم یادآور شوم او ایه که وقتی که ما این همه از امنی و استفاده درست از این پارک با شما در میان گذاشتیم، به این معنی نخواد بود که شما در این پارک از آمدن خود جلوگیری کنید. نه، این مردم، مسئولین پارک، شهرداری محل، سیتی آف کیسی، اینا بسیار دوست دارن که شما همیشه از این مکانهای تفریحی با خانواده خود لذت ببرید. تنها چیزی که بسیار مهمه و او قابل یادآوریه یه که ما هر جایی را که بتانیم از او به درستی نگهداری کنیم، به خصوص طبیعت ما و شما، او لحظه میتونیم از طبیعت به درستی استفاده کنیم و همیشه و در همه جا لذت ببریم. پس بنابراین همون رقم که پیشتر گفتم، شهر ما خانه ما، همون رقم که از خانه خود مواظبت میکنیم، از شهر، پارک و دیار خود نیز
به درستی استفاده کنیم. ما دوستانه ازشان خواهش میکنم که وقتی که میرین بیرون مثل خانه خود که پاک میکنین، ربش هایش به جای مندازین و جای پاک میکنین و مبرین از خانه و نمی قسم وقتی پاک میرین لطفا پارک پاک نگاه کنین. اگر در پاک نشست که ربش هایتون و امرایتون خانه ببرین لطفا ببرین. و همیشه ما سربلند زندگی کنیم که افغان ها نان بسیار خوب دارن، مردم بسیار خوب هستن. من میخوام که همیشه بگوین که افغان ها بسیار پاک و نظافت امرات میکنن در پارک ها. بیننده های عزیز تلویزیون ما، این بود برنامه معلوماتی امروز ما. من از شما هم اکنون خداحافظی نموده، شما را وصل میکنم به استودیوی مرکزی و همکاران عزیز ما. خدا یار و نگهدارتون. بله بینندگان عزیز، از جاهایی که ما و شما استفاده میکنیم، چی و کودکستان بر اطفال نازنین ما باشد، چی پارک باشد، چی ساعت تفریحی دیگر باشد، همش زیر نظارت بخشای شاروالی هست، یعنی از هر لحاظ نظارت میشه. خوب است که ما و شما به قسم خوب از او استفاده کنیم، در قسمت پاکی و نظافتش همچنان سهیم باشیم. دوستای نهایت عزیز، شما میفهمین که جاهایی که ساخت شاروالی است، واقعا شاروالی شهر زیبای ملبورن زحمت میکشن، مصارف را در اونجا به مصرف میرسانه. اگر ما از اونا به قسم درست استفاده نکنیم، یک مصارف گزاف دیگر اونا مجبور هستن که سرازی به مصرف برسانه. چی او اگر یک لوحه باشه، کنده شده باشه، دوباره مجبور میشن که جاهایی که مثلا تخریب شده یا صدمه دیده اونا دوباره ترمیم کنن یا بسازن. اگر گلها لگد میشن، خراب میشن، باید دوباره کاشته شوند که اینا خودش یک مصارف داره. یعنی وقت جایی که ساخته میشه توسط شاروالی خودش یک مصارف بسیار گزاف داره و ما خوب است که هموطنان عزیز ما به قسم درست از این استفاده کنیم که یک نمادی از فرهنگ والا باشه و همچنان ما باید الگو باشیم بر دیگر اعضای جامعه تا همه به نیکی از ما یاد کنن. قسمی که میگن که نظافت و پاکی جزء ایمان است، پس ما هم باید فراموش نکنیم. دیگه همه شما عزیزان به خداوند پاک و لایزال می سپارم. خدا نگهدارتون.